شروع کنم احسان یا سب کنم تا بقیه هم بیان؟ باش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با خیلی خوشحالم که خدمتون هستم، با معرفی رشته مهندسی نفت خدمتون هستم. در ابتدای توضیح بدم راجع به نفت، شاید نگاه کنید الان به تصویر فکر کنید که تصویر بی ربط باشه، ولی شما باید بدونید که نفت در حقیقت مثل شبیه این بیسکویت های صادق طلایی میمونه که توی چای شما وارد میکنید، چای وارد خلل و فرجش میشه و نفت هم دقیقا همچین حالتیه. این حفره های سنگ هست و نفت در فضای خالی بین اجزای سنگ وجود داره. پس میگن مخزن نفتی، منظور اینه که جنس مخزن از سنگ و لای خلل و فرج سنگ که خیلی هم ریز هست در ابعاد میکرون نفت وجود داره و در اون فضای خالی. و این از این اسلاید. تشکیل نفت اینجوریه که نفت که تشکیل میشه بر اثر بقایای اجساد باقی مونده از پلانکتون ها و چیزهای دیگه که حالا بحث خاص به این موضوع، میخواد به فشار استیبل برسه، به خاطر همین سعی میکنه که سطح انرژی خودش کم کنه، به خاطر همین میاد به سمت، یعنی سعی میکنه یک راهی رو پیدا کنه که به سطح زمین برسه و انرژیش به حالت استیبل برسه. اتفاقی که میفته معمولاً سنگ های تخلخل بسیار کم و عملاً تخلخل ناپذیر وجود داره که هیچ خلل فرج وجود نداره و سنگ و نفت نمیتونه از این سنگ عبور کنه. اینجا تجمع هیدروکربن یا حالا سنگ یا حالا نفت و گاز صورت میگیره و عملاً مخزن نفتی رو شکل میده که زیرش هم آب وجود داره. نکته ای که هست اینه که در این سنگ هایی که خلل و فرج وجود دارن فضای خالی وجود نداره، حتما آب وجود داره، حتی آب خیلی شوریه و آلوده است و قابل شرب نیست، ولی آبی وجود داره که مهاجرتی صورت گرفته و نفت اینجا تشکیل شده. حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بیشتر بشم. همونجور که گفتم اگر راهی رو به سطح زمین پیدا کنه وارد سطح زمین میشه و اگه نه تجمع پیدا میکنه و مخزن نفتی رو تشکیل میده. این عکسایی که من خودم سال 92 توی نزدیکی های رام هرمز شرق استان خوزستان گرفتم که همونجور که میبینید نفت تونسته به سطح زمین برسه، اینجا هم همینطور. اینجا نفت به همراه گاز همراهش به سطح زمین رسیده و یه تپه‌ای بود که همجوری در حال سوختن بود گازش و بوی فسفر زیادی هم می اومد. خب من یه توضیح کلی راجع به صنعت نفت میدم که صنعت نفت مکانیزمش چیه در حقیقت و بعد میام گرایشاش رو توضیح میدم. نفت که گفتم مخزن نفتی وجود داره و شما با استفاده از با حفاری کردن و رسیدن به مخزن از طریق چاه نفت رو خارج میکنید. این فلش های سیاهی که من کشیدم یعنی چند فاز، حداقل دو فاز. به سر چاه که میرسه یه سری از آبش، آب همراه نفت خارج میشه و بقیهش به واحد بهره برداری میرسه. مخزن گازی هم همین شکلی، یعنی با هدف تولید گاز وقتی که حفاری صورت میگیره گاز خارج میشه. من نفت رو ادامه میدم بعد به مخزن گازیش هم میرسم. وقتی که به واحد بهره برداری میرسه اونجا گاز همراه با نفت در چند مرحله جدا میشه از نفت و آبش هم همینطور.
اگر نفت خیلی نمکی بود احتیاج داره به اینکه بره به واحد نمک زدایی. نمک یعنی آب همراه با نفتش بیش از حد معمول باشه، و بعد از اینکه به نمک زدایی میره اون آب مازادش برای تزریق دوباره تو مخزن نفتی استفاده میشه، و محصولش که نفت خامه حالا دو راه داره، وارد تلمبه خونه نفت میشه، اونجا یا برای صادرات میره یا ارسال میشه به پالایشگاه ها برای تولید محصولات پالایشگاهی. مخزن گازی هم اینجوریه که گاز مخزن که تولید میشه چون فشارش افت پیدا میکنه توی ایستگاه های تقویت فشار به کارخانه های گاز و گازمایه میرسه، جای میعانات گازی به پتروشیمی ها و برای صادرات میره. اون گاز خشک که در حقیقت تا متان هست و اینها برای شرکت ملی گاز و مصارف خانگی میره و مصارف شهری، و اگرم لازم بود به ایستگاه تزریق گاز میره که دوباره به مخزن نفتی تزریق بشه برای بالا بردن فشار مخزن و تولید بیشتر نفت. این دایره‌ای که من کشیدم در حقیقت صنایع بالادستی نفت نام داره و بقیهش صنایع پایین دستی. در حقیقت مطالعه مخزن به لحاظ زمین شناسی و به لحاظ نفتی، حفاری از مخزن و رسوندن نفت و گاز به مرحله بعدی که میشه نمک زدایی و یا کارخانه های گاز و گازمایه یا پتروشیمی ها، به قسمت اولش میگن صنایع بالادستی نفت و به بقیهش میگن صنایع پایین دستی نفت. رشته مهندسی نفت گرایشش تو همین قسمت بالادستی نفته. تو قسمت پایین دستی نفت از رشته مهندسی شیمی و یا گرایش گاز استفاده میشه معمولا. البته بچه‌هایی که نفت خوندن هم میتونن بعداً تغییر رشته بدن، یا با همون سواد نفتیشون اگر شیمیشون خوب باشه بتونن برن تو پالایشگاه و پتروشیمی هم کار کنن. این از شمای کلی صنعت نفت. خب همونطور که گفتم گرایش های مهندسی نفت تو بخش بالادستی صنعت. این مخزن نفتیه که این سبز یعنی همون نفته، این قرمز یعنی گاز، و اینم که آبه. اکتشاف که همون میشه زمین، اکتشاف یکی از گرایش‌های مهندسی نفته. زمین شناسی هم همینطور، یعنی زمین شناسی یک رشته جامع تریه که توی مهندسی یعنی توی صنعت نفت هم ازش استفاده میشه. و گرایش مخزن که گرایش مطالعاتی نفتی هست، کار مطالعه مخزن رو روی خود مخزن انجام میده. این چاه به وجود آوردنش کار مهندس حفاریه یا همون استخراج، و رسوندن نفت از درون این چاه به سر چاه و در نهایت به واحد بهره برداری نمک زدایی کار رشته مهندسی بهره برداریه. حالا بهره برداری هم مثلا بستگی داره که بعضی شرکت ها دو قسمت میکنن، یه واحد برای خود چاه و بهبود تولید نفت درون خود چاه، و بخشش هم روی عملیات سطح الارضی که بهش فراورش هم میگن. خب همونجور که گفتم گرایش های مهندسی نفت تو مقطع کارشناسی چهار تاست که اکتشاف همون بحث زمین شناسی نفت بیشتر، و حفاری و بهره برداری و مخزن در حقیقت رشته هایی هستند که کاملا نفتی هستند و مهندسی نفت اسمشه. توی دنیا معمولا تو مقطع کارشناسی به صورت جنرال و عمومی
تدریس میشه، ارائه میشه. توی ایران هم اینجوریه. تو چند سال پیش البته گرایش یه دونه دانشگاه صنعت نفت فقط وجود داره که از همون ابتدا گرایش های مختلف رو شما انتخاب میکنید که حفاری باشه، بهره برداری یا مخزن. ولی بقیه دانشگاه ها به صورت عمومی ارائه میشه، فرقی هم خیلی نداره. حتی بعضی دانشگاه هم هستن که بر اساس معدل و رتبه میان تقسیم بندی میکنن و بهتون حق انتخاب میدن که بخواید کدوم گرایش رو بعد از ترم 4 یعنی ترم 5 به بعد انتخاب کنید. فرقی خیلی نداره، یعنی مثلا گرایش مخازن یه چند تا درس اضافه تر نسبت به بقیه گرایش، مثلا مخزن 2 مخازن کربناته اینجور درس ها رو بیشتر داره. بهره برداری مثلا بهره برداری 2، حفاری مثلا حفاری 2، اینا مثلا حفاری 1 واسه همه ارائه میشه، بهره برداری 2 همینطور. اکتشاف بیشتر گرایش زمین شناسیه و خیلی نفتی حساب نمیشه. البته خب رشته اکتشاف کاملا محدود به زمین شناسی نفت و نه زمین شناسی عمومی. کاری که صورت میگیره اینجوریه که ابتدا توی قسمت اکتشاف یا همون زمین شناسی با استفاده از عملیات لرزنگاری امواجی رو به سطح زمین میفرستن و در برگشت این امواج محاسباتی رو انجام میدن که بتونن لایه های مختلف زمین شناسی رو و عمقشون رو توی اون منطقه به دست بیارن. یه سری سنسور اینجا نصب میکنن و دریافت میکنن این اطلاعات رو. بعد این اطلاعات خامیه که میگیرن و بعد باید پردازشش بکنن و بفهمیم. بعد این اطلاعات حاصله رو میان روی نقشه UGC رسم میکنن. حالا نقشه UGC چیه؟ شما فرض کنید، بذارید من اینجا شاید بتونم بهتر توضیح بدم، یک برگه بیارم. شما فرض کنید این مخزن نفتی باشه، از سطح زمین مثلا هر 50 متر یک مقطع افقی اگر روی مخزن زده بشه، حاصل کار از بالا یه سری دایره های بسته که عمق مخزن رو نشون میده. این میشه نقشه UGC. در حقیقت این مثلا عمق منفی 50، این منفی 100، با استفاده از این شیب مخزن رو متوجه میشن. و نقشه UGC هم نقشه ای که به درد مهندس مخزن میخوره برای پیدا کردن بهترین نقطه برای حفاری. همونجور که گفتم نفت ممکنه توی دره باشه، ممکنه توی کوه باشه، ممکنه توی دریا باشه. مخزن در حقیقت چون سطح زمینه ممکنه هر جایی تشکیل بشه و به خاطر همین مثلا شما توی این نقشه میبینید که این میدان مسجد سلیمانه که قشنگ اینجا نقاط خیلی مرتفعه، اینجا نقاط کم عمق‌تره و قشنگ توی کوهستان دیگه ارتفاع خیلی بالاییه و کلن چون توی ارتفاع وجود داره بالاترین نقطه مخزن که دوم مخزن نام داره مثبت 50 متر بالای سطح دریاست. ولی خب چون توی کوه و ارتفاع اینا وجود داره مثلا عملیات حفاری توش سخت‌تره. چرخه توسعه مخزن اینجوریه که
بعد از اینکه اطلاعات لرزه‌نگاری حاصل شد، نقشه جیوتیسی ترسیم شد، شروع میکنن حفاری کردن. مهندس مخزن بهترین نقطه رو باید تعیین کنه برای حفاری. اون زمین رو میخرن، جاده واسش میکشن، خط لوله، زمین رو صاف میکنن که بتونن دکل رو موف کنن به لوکیشن. گل حفاری و لوله حفاری و تجهیزات لازم رو هم باید آماده کنن. بعد عملیات حفاری صورت بگیره، چاه حفاری بشه، چاه آماده بشه، به بهره برداری برسه و بقیهش به عهده مهندس مخزن با همراهی مهندس بهره برداری با مشورت مهندس مخزنه که با چه نرخی تولید کنن از این چاه. و البته حفاری با هدفهای متفاوتی صورت میگیره. حفاری توسعه‌ای داریم ما که بعد از حفاری اکتشافی داریم که اولین چاه درون مخزن تقریبا. حفاری توسعه‌ای داریم برای تولید بیشتر از مخزنه. حفاری توصیفی داریم که بخشی از مخزن ناشناخته هست و برای شناخت اونجا ما چاه حفاری میکنیم و آزمایشات لازم رو انجام میدیم. توسعه مخزن هم خیلی، یعنی این جوکی که مثلا میگن که مهندس ها خیلی آدم های استریکتی هن و هم حتما میگن دو تا میشه چهار تا. مهندس نفتی چیزی بین مثل بقیه رشته های مهندسی نیست در حقیقت و اصل عدم قطعیت خیلی بیشتری توش وجود داره، به خاطر اینکه ناشناخته است برای ما در عمق زمینه و ما فقط میتونیم با استفاده از آزمایشی که در حین اطلاعاتی حاصل از حفاری، تولید مخزن، فشار اندازه‌گیری شده و یه سری آزمایشات خاص دیگه میتونیم درکی از مخزن داشته باشیم. یعنی مثلا پول نیست ما همه چی رو ببینیم و اندازه‌گیری دقیق انجام بدیم، این شکلی نیست. به خاطر و اطلاعات هم به صورت تدریجی به دست میاد. این چرخه عمر مخزنه. اصلا به صورت تدریجی به دست میاد، یعنی اینکه شما مکانیزم تولید از مخزن وسط نشناخته است تا وقتی که ازش تولید بکنی، چند سال بگذره، اطلاعات حاصل به دست بیاد و پارامتر مختلف رو اندازه‌گیری بکنی و بفهمی که هر مخزن مکانیزم تولیدش چیه و بیشتر چه مکانیزمیه و با استفاده از اون برنامه توسعه و بهبود توسعه واسش بنویس. یه سری اصطلاحات اینجا هست: سیال درجا، ذخیره یا بازیافت نهایی و ذریع بازیافت. سیال درجا در حقیقت ما میاییم حجم مخزن رو اندازه‌گیری میکنیم و با استفاده از اطلاعاتی که داریم که سطح تماس گاز و نفت و سطح تماس آب و نفتش کجاست، حجم نفتی که توش وجود داره، حجم سیال حالا یا گاز یا نفت توش وجود داره رو اندازه‌گیری میکنیم. ولی هیچ وقت یک مخزن 100% نفتش تولید نمیشه، امکان نداره. به همین جهت ما به ذخیره میگیم کل تولیدی که میتونیم از مخزن داشته باشیم و ذریب بازیافت یعنی کل نفتی که بتونیم از اون مخزن تولید کنیم تقسیم بر کل نفتی که در اون سنگ وجود داره. ذریب بازیافت هم عوامل مختلفی داره، عوامل طبیعی وجود داره و عوامل غیر طبیعی دیگه.
عوامل طبیعیش که میبینید روی صفحه، عوامل فنیه. عوامل غیر طبیعیش هم اینه که مثلا شما با چه تکنولوژی، چه حفاری و چه عملیاتی و چه مکانیزمی بتونید تولید کنید از مخزن. درصد بازیافت هم تقسیم بندی متفاوتی داره که برای دقت در ضریب بازیافت آدم باید بدون دقیقاً بر چه اساسی دارن این درصد بازیافت رو میگن. سوء استفاده های سیاسی از این موضوع میشه که مثلا یک کشوری میگه من ضریب بازیافتم انقدر و ما مثلا تونستیم 3%، 5% ضریب بازیافت رو افزایش بدیم. شما باید بدونید بر چه اساسی هست. ما مکانیزمای در حقیقت کار مهندس مخزن اینه که اطلاعات حاصل از حفاری، زمین شناسی، حین حفاری و تولید از چاه‌ها و مخزن رو در حقیقت مطالعه بکنه، شبیه سازی بکنه با استفاده از نرم افزارهایی که وجود داره و پیش بینی کنه که طول عمر مخزن چقدره و ما برای افزایش ضریب بازیافت با چه مکانیزمی، چه عملیاتی رو انجام بدیم بهتره. ما دو نوع روش داریم برای بهبود تولید نفع و افزایش ضریب بازیافت. فعالیت های IOR هست و EOR. IOR فعالیت های چاه محوره و EOR فعالیت های مخزن محور. بگم که مثلا به صورت کلی تو کشور ما شاید ضریب بازیافت بستگی بطه به مدل مخزن داره، ولی مخازن کربناتی ما حدود 25% و مخازن روسی ما، حالا سند رزرو ما، اینها هلوهوش 70%، 60%. و کار مهندس مخزن اینه که با مطالعه‌ای که صورت میگیره انجام میده با استفاده از عملیاتش شبیه سازی مطالعه مخزن بتونه چند درصدی، 3-5% به ضریب بازیافت نهایی اضافه کنه. IOR روش های چاه محوره، یعنی مثلا پمپ بزنه، تزریق گاز انجام بده توی چاه برای سبک کردن گاز و سبک کردن نفت که راحت‌تر تولید بکنه. EOR یعنی مثلا تزریق گاز تو کل مخزن صورت بشه، تزریق آب توی مخزن صورت بگیره و روش‌هاشون متفاوته، هزینه‌هاش هم به شدت متفاوت. کار مهندس حفاری اینه که چاه رو حفاری کنه و تحویل مهندس بهره بردار بده و بره سر موقعیت بعدی دوباره حفاری کنه با اهدافی که مهندس مخزن واسش طراحی میکنه. گفتم دیگه، نفت ممکنه همه جا باشه، ممکنه توی دریا باشه، توی اقیانوس باشه، نوک کوه باشه، ممکنه هر جایی باشه. به خاطر همین دکل های متفاوتی رو ما داریم، دکل های خشکی یا آنشور و دکل های دریایی آفشور. انواع دکل های دریایی رو هم شما تو تصویر میبینید بر اساس عمق و امواجی که اون ناحیه از دریا داره بهترین دکل رو باید اجاره کنن که بتونن حفاری کنن. حفاری هم چند مدل حفاری عمودی، ساده ترین مدل حفاریه. حفاری افقی رو ما داریم که بعد از مقداری از حفاری عمودی کاملا با شیب 0 درجه حفاری رو درون مخزن انجام میدن. فکر کنم مثلا 5 کیلومتر تونستن
حفاری افقی انجام دادن، کاملا 5 کیلومتر تونستن با زاویه 0 درجه حفاری کنن، حالا با اهداف متفاوت. و حفاری انحرافی داریم که با یک زاویه ای وارد مخزن میشه که بیشترین بهترین حالت رو داشته باشه. به خاطر همین گرایش، حالا توضیح میدم، گرایش مخزن بیشتر کارش دفتریه و مطالعاتیه، خیلی سر دکل و لوکیشن یا سر چاه نمیره. ولی گرایش حفاری اتفاقا 80-90% فارغ التحصیل این رشته میرن دیگه کار عملیاتی انجام میدن و باید برن سر دکل به صورت اقماری و شیفتی، حالا مثلا 14 روز کار، 7 روز استراحت، یا الان 21 روز کار و 7 روز استراحت، 3 هفته 1 هفته استراحت، مثلا شیفتی باید کار بکنن. با تجربه هاشون مثلا بعد از 10 سال کار کردن توی سر چاه دیگه میرن تا ستاد میتونن کار کنن و نظارت میکنن روی تعداد دکل هایی که وجود داره و مشکلات اونها رو واسه راه حل پیدا میکنن با استفاده از تجربه که به دست میارن. و بیشتر کارش عملیاتیه و شیفتی، حتما شیفتیه. این هم اجزاء دکل حفاری که ما انواع متها رو داریم، انواع تجهیزات چاه رو داریم. ما یک اسلاید ممبر جول استرینگ یا رشته حفاری که از مته شروع میشه به بیت ساب میرسه و سایر تجهیزات که بتونه حفاری بکنه. در حقیقت اینجوری که مته میچرخه برای خنک کردن مته و فرستادن کنده های سنگ به سطح زمین، درون خود مته لوله هایی وجود داره که گل حفاری درون این رشته حفاری وجود داره. گل حفاری از درون مته خارج میشه، کنده ها رو خارج میکنه و از فضای حلقوی دور این رشته حفاری به سطح میرسونه. اینجوری در حقیقت عملیات حفاری صورت میگیره. گرایش بهره برداری، خب این تصویر معروفی شاید باشه، نوستالژیکی باشه از نفت که میبینید. این مدل SRP پمپ ساکر رود پمپ در حقیقت یک محفظه که با عملیات مکانیکی فعالیت میکنه، وارد قسمت باز چاه میشه، نفت واردش میشه، محفظه که پر میشه خارجش میکنه. کاربردش در چاهایی که تولید به شدت کمی دارن، ولی یعنی فشار در حقیقت کمی دارن، به درد چاهایی میخوره که فشار کمی دارن و به صورت طبیعی نفت به سطح زمین نمیرسه. و بهره برای کارش اینه که با استفاده از انواع پمپ ها یا گس لیفت در حقیقت فراز آوری مصنوعی بتونه نفت رو به سطح به سر چاه برسونه و از اونجا به واحد نمک‌زدایی و بهره برداری برسونه. پس کار بهره برداری هم، گرایش بهره برداری هم اکثرا اینه که حالا بر اساس شرکت مدلش فرق می‌کنه. بعضی شرکت ها مدل ستادی دارن، بعضی اوقات قسمت عملیاتی دارن. حتما قسمت عملیاتی دارن چون باید برن سر چاه به صورت ماهیانه بازدید از چاه به عمل بیارن، فشار سر چاه رو بخونن، نمک سر چاه رو اندازه گیری کنن. و یا عملیات های مثلا بیان پمپ نصب کنن. به خاطر همین اینجوریه که ممکنه شما کارت تو ستاد باشه ولی کار عملیاتی هم انجام بدی، مجبور باشی چند روز بری سر چاه. بعضی شرکت ها هم که
اینجوری هستند که کلن شرکت های خدماتی هستن و کلن اغماری دیگه نیست، مثل هفاری که 14 روز یا 21 روز شما کار کنی 7 روز استراحت کنی. اینجوری که شما میرید یه چاه پمپی نصب میکنید، میرید یه چاه دیگه، یک عملیات تعمیر دیگه ای رو انجام میدید. از نظر درآمدی هم من صحبت میکنم راجع به این موضوع. به صورت کلی بیشترین درآمد برای گرایش حفاریه. چرا؟ چون که شرط سختری داره، شرط آب و هوایی فرق میکنه واسش، و بیشترین درآمد رو گرایش حفاری داره و بهره برداری هم قسمت ستادیش کمتره، یعنی قسمت برنامه تعمیر چاه نوشتن و قسمت عملیاتیش کمی بیشتر از ستادیه چون عملیاتیه. حالا من توضیح میدم بیشتر راجع به درآمد بعدم. الان رسیدیم به قسمت بازار کار. خب این رشته به صورت کلی و به صورت جهانی یه چند تا پارامتر داره که به شدت تأثیر گذاره. شاید بسیاری از رشته ها هیچ کدوم از این شرایط توشون مؤثر نباشه. به خاطر همین رشته مهندسی نفت کلن رشته ایه که به شدت به خیلی عوامل بستگی داره، مثل رشته مثلا نرم افزار نیست، نرم افزار همیشه خواهان داره. اولین عامل مؤثر قیمت نفت. اگه قیمت نفت کم باشه، استخدام کم صورت میگیره، اخراج مخصوصا خارج از کشور شرکت خصوصی بیشتر صورت میگیره، حقوق رو دیرتر میدن. تولید نفت همینطور. تولید نفت هم قیمت و تولید نفت خودشون وابسته هستن به شرایط فنی، سیاسی و اقتصادی به صورت جهانی، نه فقط کشوری. شما در نظر بگیرید مثلا تولید نفت، شاید کشور ایران بخواد برنامه توسعه بنویسه که نفت بیشتری رو صادر کنه، پول بیشتری گیرش بیاد که صنعتش رو توسعه بده، ولی اوپک ایران چون توی اوپکه و اوپک تصمیماتش بر اساس اجماعه، اوپک راضی نمیشه تولید نفت بره بالا. اگر تولید نفت بره بالا قیمت نفت میاد پایین. به خاطر همین این باید یک استیبل بشه. به خاطر همین خیلی کلن رشته ملتهبیه، یعنی شرط سیاسی اقتصادی جهانی خیلی رو قیمت نفت و تولیدش مؤثره و در نتیجه بازار کار مؤثره. قیمت نفت میاد پایین، فاند کمتر میدن به رشته نفتی، دانشجو کمتر میپذیرن، دانشجو دکترا کمتر میپذیرن، ولی قیمت بره بالاتر مقالات بیشتری تولید میشه، دانشجوی بیشتری میگیرن و استخدام بیشتری صورت میگیره. این به صورت جهانی. عامل بعدی که مؤثر اهمیت نفت در سبد انرژیه. الان نفت یک کالای استراتژیکه و انرژی بسیاری از دنیا از طریق نفت و گاز تأمین میشه. ممکنه بر اساس عوامل زیست محیطی، عوامل محیط زیستی تصمیم بگیرن که نفت رو کم کنن و برن سراغ انرژی تجدیدپذیرتر مثل انرژی خورشیدی، بادی، و به خاطر همین این هم یک عامل مؤثریه. مثلا چیزی که خیلی معروفه اینه که ترامپ واسش تولید نفت مهمتر از محیط زیست بود، به خاطر همین معافیت‌های بیشتری به شرکت‌های نفتی آمریکایی میداد و سختگیری کمتری میکرد راجع به مسائل محیط زیستی. ولی یک دولت تغییر میکنه و دموکرات ها تصمیم میگیرن که نه، به محیط زیست بیشتر بها بدن و این مؤثره. یعنی حتی سیاست و دولت در خارج از کشور، نه فقط ایران، توی بازار کار اون کشور هم مؤثر. یه اتفاقی هم ممکنه مثل کرونا بیفته، جنگ بشه یه جایی، جنگ جهانی بشه،
تحریم کشورهای خاورمیانه صورت بگیره راجب اسرائیل که مثلا قیمت نفت رو خیلی برد بالا. رشته آینده دارین؟ من سوالتون الان دیدم. حالا این موضوع رو هم بگم که تو ایران علاوه بر همه این پارامترها تحریم خیلی موثره. قیمت نفت خوبه، میتونیم تولید کنیم، ولی مجبوریم در چاهام رو ببندیم چون کسی از ما نفت نمیخره. و به دلیل قوانین یا عدم قوانینی که داریم، سیاست‌های شخص وزیر به شدت مؤثر توی هر چیزی. یک بخشنامه میاد کل بازار کار به هم میریزه. مثالش هم بعدن میزنم. ببینید، نفت تموم نمیشه به صورت این نفتی که مثلا میگن 50 سال دیگه تموم میشه. این نفت متعارفه، یعنی نفتی که الان وجود داره که بیشتر توی نیمکره شرقی جهان وجود داره، ولی نفت غیر متعارف داریم که مکانیزم تولیدش مثل نفت متعارف فعلی نیست و یه سری تکنولوژی باید پیشرفت کنه، مطالعات تکنولوژی صورت بگیره، مثل شیل اویل آمریکا که این موضوع مثلا تو نیمکره غربی بیشتره. به خاطر همین نفت، من بهتون میگم حتما تا 100 سال دیگه همچین چیزی وجود داره. نفت متعارف من میگم 50 سال دیگه، بقیهش میشه نفت غیر متعارف. ولی اهمیتش مهمه. ممکنه کشورها بخوان بر اساس تصمیمات زیست محیطی بگن آقا من تولید نفت کمتری میخوام، ولی فعلا با این چشم انداز بعیده تا 50 سال دیگه 30-40 سال دیگه اهمیت نفت تغییر بکنه. پس تا 30-40 سال دیگه حتما نفت مهمه به نظر من. البته میگم من درسم، من گرایشی که خوندم گرایش مخزن بوده، گرایش اقتصاد نفت نبوده، ولی بر اساس مطالعاتی که دارم و فهمی که دارم به نظر من تا 30-40 سال دیگه قطعا هیچ یعنی نفت استراتژیش هنوز باقی میمونه، ولی خب از اهمیتش قطعا تا 100 سال دیگه کم میشه. ولی میگم نفتی که میگن تموم میشه، نه اینجوری نیست. ما نفت متعارف تا 50-60 سال دیگه ممکنه تموم بشه، ولی نفت غیر متعارف وجود داره که بیشترش هم دوست نیم کره غربیه. شرایط کاری کشورهای عربی همسایه بهتره یا کانادا و آمریکا؟ این سوال کلیه. من تو کانادا و آمریکا تجربه کاری ندارم، تو کشورهای عربی هم همینطور. نمیدونم، بستگی داره به این که گرایشتون چی باشه. گرایشتون چی باشه، چه شرکتی برید. حالا من توضیح میدم تو اسلاید بعدی. علاوه بر اون یعنی اسلاید 26، این اسلاید به صورت جهانی اومدم توضیح دادم چه عواملی مؤثره تو مهندسی نفت و بازار کارش. و توی این اسلاید من اومدم به صورت جزئی تر وارد شدم که مثلا گرایش، شرایط کاری گرایش مثلا چه شکلیه. شما مهندس مخزن خیلی شرکت‌های کمتر احتیاج دارن تا مهندس حفار. چرا؟ چون که 10 نفر میتونن 50 تا مخزن رو مطالعه بکنن مثلا، ولی حفاری نه. شما باید آدم داشته باشی تو دکل‌های متفاوت که مثلا هر مخزنی، هر میدان، حالا فرق میدان و مخزن هم نگفتم، شما فرض کنید تو یک محیط جغرافیایی تو عمق‌های متفاوت 3000 متری، 5000 متری، 7000 متری مخازن مختلف وجود داره و هر کدوم از اینها میگن مخزن و به کل اون محدوده سطح الارضی میگن میدان که ترکیبی از چند تا مخزنه. شما برای توسعه مخزن احتیاج داری دکل متفاوت داشته باشی. حفاری هیچ وقت تموم نمیشه.
قطعا گرایش حفاری هیچ وقت تموم نمیشه، ولی شما گرایش مخزن، الان من مثلا فکر کنم از الان 9 ماه یا 10 ماه الان من تو همین اتاق دارم کار میکنم. چرا؟ چون کارم دفتریه، کارم مطالعاتیه، کارم عملیاتی نیست، سر دکل من لازم نیست برم. خب بستگی به روحیه شخص داره، بعضیا نمیخوان برن سر دکل یا کار اخماری داشته باشن که مثلا 14 روز برن تو یک جایی که ممکنه کوه باشه، دره باشه، سرد باشه، گرم باشه، 7 روز برگردن خونه، دوباره 20 روز برن، 7 روز برگردن. بستگی داره به روحیه شخص که بخواد زندگی خودش رو چجوری بچینه. بهره برداری دو نوعه. شما ممکنه بری تو ستاد استخدام بشی، توی ستاد کار بکنی با استفاده از نرم افزارهای خود گرایش بهره. نرم افزارا اکثرا توی گرایش مخزن و بهره برداریه، نرم افزار خیلی کمتری توی گرایش حفاری وجود داره. توی گرایش مخزن نرم افزارا بیشتر برای شبیه سازی و هوش مصنوعی و اینجور چیزهای، توی گرایش بهره برداری بیشتر روی مثلا یه نرم افزار دارن که میگه آقا این پمپو بذارم چجوریه، اون مدل پمپو بذارم چجوریه، انتخاب میکنه با استفاده از نرم افزاری که گستیف استفاده کنم یا برم سراغ پمپ و چیکار بکنم. مثلا این بهره برداری هم اینجوریه، شما بهره برداری معلوم نیست، ممکنه بری ستاد کار کنی، ممکنه کار عملیاتی انجام بدی. کار عملیاتی بهره برداری حتی به نظر من سخت‌تر از حفاریه. چرا؟ حفاری قانون داره، 14 روز میری 7 روز هیچکی هیچ کاری نداره، 20 روز میری 21 روز میری 7 روز هیچکی باهات هیچ کاری نداره. ولی بهره برداری عملیاتی این شکلی نیست. من دوستم که چند سالی توی شرکت بهره برداری عملیاتی کار میکرده اصلا کلافه شده بود. چرا؟ چون که اسمش اینه که شما مثلا 2 روز 3 روز 4 روز میری مأموریت سر یک چاه، 2 روز تو ستادی، ولی این شکلی نیست. عملا شما هر روز میری سر لوکیشن. حالا بستگی داره، بر اساس اون کار 1 روز طول بکشه، 3 روز طول بکشه، 5 روز طول بکشه. به خاطر همین شرایط کاری به گرایش خیلی بستگی داره، به مدل شرکت هم بستگی داره. شما کارفرمایی، اگر کارفرما باشی مخصوصا در اونم بستگی داره، یعنی شرکتت کارفرما باشه، پیمانکار باشه، خدماتی باشه، تو چه مثلا خدماتی چه نوع باشه. مثلا ما خدماتی که هستیم اینجا فقط بهشون گزارش میدیم، اعتقاد میدیم کاملا یک کار مطالعاتیه، هیچ کار عملیاتی وجود نداره. ولی بعضی شرکت‌های خدماتی پمپ تولید میکنن، پمپ وارد میکنن از چین، مهندسی معکوس میکنن، سعی میکنن اون آیجش پیدا کنن و بستن. صنعت نفت چون که صنعت و خیلی کارهای جانبی و شرکت‌های خدماتی لازم داره، خیلی کارا میشه کرد. این شرکتی که میخواد حفاری کنه تجهیزات میخواد. شما میتونید برید تو شرکت نفتی که تجهیزات وارد میکنه، شرکت های نفتی که گل حفاری وارد میکنه، مواد اولیه گل وارد میکنه، شرکت حفاری که کارهای مختلفی انجام میده. بخاطر همین اینم هم خیلی موثره، هم گرایش موثره، هم شرکت خیلی موثره و مدل استخدام ما خیلی شرط متفاوتی رو داریم. از نظر درسی بیشتر شبیه دروس مکانیک، از نظر درسی به شدت آسان‌تر از مهندسی مکانیک و مهندسی شیمیه. کلن رشته آسونیه مهندسی نفت نسبت به مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک، ولی خب محدودیت داره دیگه. شما فقط توی صنعت نفتید، کسی که نفت بخونه فقط میتونه تو صنعت نفت کار کنه.
ولی مثلا کسی که مهندسی شیمی خونده میتونه ارشد بیاد نفت، میاد تو صنعت نفت، نه میره یه جای دیگه از مهندسی شیمی کار میکنه. مهندسی مکانیک هم اینطور، بیشتر شبیه مهندسی مکانیک سیالاته تا جامدات. شرایط کشورهای عربی بهتر یا کانادا آمریکا نمیدونم واقعا چجور جواب بدم. کشورهای عربی ببینید تو خاورمیانه است دیگه، ثبات خیلی خاصی وجود نداره. شما نگاه کنید از کشور، از شرکت‌های بزرگ نفتی اکثرشون شعبه خاورمیانیشون توی اماراته، یکیشون تو لبنانه مثلا، یکیشون توی عمان، شاید دو سه تاشم مثلا تو عربستان. عربستان همین چند ماه پیش بود، خدایا یا پارسال بود، زیر یک ساله که بخشنامه زد که از سال 2000 مثلا 23 مثلا نمیدونم چه سالی، ما با هیچ کشوری که شعبه منطقه‌ایش توی عربستان نباشه کار نمی‌کنیم. به خاطر همین الان یه جنگی بین یک رقابت شدیدی بین امارات و عربستان به وجود اومده. کشور عربی هم گرمه، باز میگم گرایش شما میخوای در نظر بگیری، میخوای حفاری کنی، کشور گرمیه، به جاش بری کانادا یخ میزنی، چون که اکثر معادن نفتیشون تو قسمت نزدیک به قطب هستن و این شکلیه. شرط کاری رو نمیدونم چجوری توضیح بدم، خواهش میکنم. خب من این رو هم توضیح دادم. خب این یک حاشیه که شما میتونید بعدا مطالعهش بکنید. حرف کلیم تو این قسمت که راجع به قوانین نفت و قوانین کشوره اینه که بر اساس قانون اساسی نفت جزء انفاله و متعلق به ملت ایرانه. وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی اعمال حق حاکمیت و مالکیت میکنه از طرف مردم، چون رأی مردم رو داره، اعمال حق حاکمیت و مالکیت میکنه بر اساس اصل 44 قانون اساسی که اومدن خصوصی سازی انجام بدن. نمیتونن مخازن نفتی رو و میادین نفتی رو چیز کنن، واگذار کنن، حتی تو قوانینشون هم نوشته بجز شرکت ملی. حالا من یه ساختار رو اول توضیح بدم. این ساختار وزارت نفته، این که من میگم توی ایران علاوه بر همه شرایط آن استیبلی که راجع به نفت وجود داره که قیمت نفت بالا بره پایین بیاد، چه اتفاقاتی تو بازار کار میفته، علاوه بر اینها وزارت نفت رو هم باید من توضیح بدم خدمتتون. وزارت نفت 4 شرکت اصلی داره: شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش. که پالایش و پخش هم که دو نوعه: پالایشگاه و صادرات و پخش فرآوردهای نفتی. یه سری شرکت های فرعی هم داریم که اینا هم دولتی هم، که بیش از 50% سهامشون متعلق به شرکت اصلیه. یعنی مثلا ما این وزارت نفت که داریم، یه شرکت ملی نفت داریم، 10 شرکت ملی دیگه داریم که زیر مجموعه های این هم، ولی اسم شرکت اصلی نیست، اسم شرکت فرعی تابعه وزارت نفته. واسه گاز همینجوری، پتروشیمی همینجوری، پالایشگاه همینجوری، صادرات هم. حالا طبق اصل 144 کارهایی که تو خصوص سازی انجام دادن، وزارت نفت حق نداره شرکت ملی نفت، معادن نفت، این همون مخازن نفت رو واگذار بکنه. در حقیقت صنعت بالادستی نفت قابل واگذاری نیست، صنعت پایین دستی قابل واگذاری. به خاطر همین می‌بینید پالایشگاه 100% خصوصی، حالا خصولتی، پتروشیمی همینجور، ولی هیچ وقت نمیتونن مخزن رو طبق قانون اساسی، حالا قانون اساسی میتونن، حالا طبق قانون اساسی که ما فعلا داریم، امکان این که واگذار بشه نداره. اینجا هم هست طبق قوانین بالاسری که وجود داره، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت
تو شرکت ملی نفت ایران، یعنی بالا دستی شرکت های استخراج نفت و گاز، یعنی همون حفار همونه شرکت های تابع وزارت نفت میشه و مخازن نفت و گاز، اینها منحصرا ملی هن، همچنان ملی هستن، دولتی هستن 100%، ولی به شرط حفظ مالکیت 100% فقط میتونه خرید خدمات انجام بده، واگذاری اختیارات نمیتونه انجام بده. البته ممکنه کارهای غیرقانونی هم صورت بگیره که میگیره، ولی خرید خدمات مالی، فنی، رفاهی، مهندسی، مدیریتی اینا رو میتونه انجام بده. به خاطر همین وزیر نفت، دولت به شدت مؤثر تو بازار کار. من الان تو استاید بعدی اومدم دانشگاه‌هایی که مهندسی نفت رو توی مقطع کارشناسی ارائه می‌کنن لیست کردم. این واسه سال 99، امسال دفترچه‌اش هنوز نیومده. شما ببینید چند تا دانشگاه به وجود اومده، خیلیشون هم جدیده، مثلا من هر سال دارم اینو اضافه می‌کنم. نه دانشگاهی هن که خیلی ریشه دار نیستن تو نفت، ایلام، حکیم صبری، این اصلا دیگه دهن پر کنترشون دیگه صنعتی اصفهانه، خیلی اونم جالب نیست. این بساطه رشته مهندسی نفت، بساطه جنرال مهندسی نفت هم اینا دانشگاه خوبن، شریف، تهران، امیرکبیر، صنعت نفت، تهران، صنعتی سهند تبریز و شیراز. حالا من راجع به صنعت نفت هم یه توضیح میدم. مهندسی نفت گرایش اکتشاف هم توی آبادان، همون صنعت نفت، صنعت نفتی دانشگاهیه که تحت، یعنی خود وزارت نفت ایجادش کرده که چیکار بکنه که خودش هزینه بیشتری بکنه توی این دانشگاه و با استفاده از هزینه که میکنه، مثلا شما 4 سال اونجا دانشجو هستی، تعهد میدادی روز اول که 2 برابر مدت تحصیل، یعنی 8 سال، هر جایی که وزارت نفت بهت گفت بری کار کنی. خب یه دانشگاهیه تو 4 تا شهر، تهران، اهواز، آبادان و محمودآباد شمال، اینا پراکنده هستن. مهندسی ایمنی و بازرسی فنی یا همون HSE تو صنعت نفت با محوریت صنعت نفت، این هم توی صنعت نفت آبادان ارائه میشه. پس زمین شناسی و HSE نفت به همراه مهندسی شیمی توی آبادان ارائه میشه، مهندسی نفت توی اهواز. حالا کاری که میگم وزیر نفت خیلی مؤثره اینجوری بود که سال 90 و من ورودی 92 صنعت نفت اهواز هستم، یعنی تهران بودم بعد رفتم اهواز چون که دانشگاه خوبی بود اون زمان. وزیر نفت سال 93 سال 94 بخشنامه میکنه که از این وقت هیچ استخدامی در هیچ سطحی در هیچ جای وزارت نفت صورت نمی‌خواد بپذیر، همه استخدام ها در هر مراحلی که بودن، یعنی بعضیا بودن که 100 نفر بودن که گزینششون انجام شده بود، مصاحبهشون انجام شده بود، حتی صندلی که میخواستن روش بشینن هم مشخص شده بود، ولی چون رسمی نشده بود هنوز همه چی متوقف شد و تعلیق شد و اینها. الان کار صنعت نفت به جایی کشیده که فکر کنم دیگه منتقل شد به وزارت علوم، یا دارن منتقلش میکنن وزارت علوم. به شدت دانشگاه ضعیفی شده، دیگه بورسیه نیست. قبلا اینجوری بود که هر کی میرفت اونجا بعدن اولویت داشت تو وزارت نفت که استخدام میشه، اما این اولویت استخدام رو برداشتن و برای تضعیف این دانشگاه، دانشگاه‌های مختلفی رو بودجه دادن که شما بیایید مهندسی نفت ارائه بدید پولش با ما. مثلا این شکلی شد که رتبه هایی که وارد اونجا میشدن خیلی کمتر شده، عدد رتبه بالاتر رفته، آدم های ضعیفتری اومدن و دانشگاه صنعت نفت به یک دانشگاه داغونی الان دیگه داره تبدیل میشه. پس من باز نوشتم دانشگاه خیلی خوبی بود یک زمانی،
این ما که رفتیم سال 92 میگفتیم مثلا کاش ما ورودی 87 بودیم. خب خیلی اساتید خفن تری هم وجود داشتن و بهتر درس میدادن اینا. بازم ولی باز ما دیگه به ته موندش رسیدیم، بعد نبود واسه ما. ولی میگم دیگه هیچ اولت استخدامی وجود نداره، کاملا مثل دانشگاه دیگه است و به خاطر همینم کسی پر رتبه خوب قبلا مثلا رتبهش رتبه مهندسی نفت شریف و مهندسی نفت صنعت نفت اهواز یکی بود. چرا؟ چون که میدونستن میرن اونجا بچه‌ام استخدام میشن. ولی الان دیگه رتبه ها اینجوری نیست، آدم های ضعیفتری میرن، اساتید دی خوبشون رفتن اینور اونور و دیگه دانشگاه خیلی خوبی نیست. توی گرایش توی ارشد باز این برای پارساله، امسال دفترچش هنوز منتشر نشده. تو چهار تا گرایش من واسهتون نوشتم که چه دانشگاهی ارائه میکنن. شریف به جز اکتشاف بقیه چیزا رو ارائه میکنه، تهران هم میکنم خیلی خوبن، صنعت نفت میگم دیگه خوب نیست به نظر من و خود بچه صنعت نفت هم برای ارشد اکثرا میرفتن تهران و امیرکبیر و شریف، حتی تربیت مدرس میرفتن. اینجا تربیت مدرس و علم و صنعت پارسال بوده. صنعتی سند تبریز آزمایشگاه خوبی داره، شیراز هم یه استاد خیلی خوبی داره. گفتم اینا دانشگاه خوبی هستند، یعنی من تو اسلاید قبلی اینا سند تبریز و شیراز نوشتم، دانشگاه بدی نیستن ولی اینا دانشگاه خیلی خوبی نیستن. البته اینم بگم شما برای مثلا من میشناسم کسی که دانشگاه سراسریش دانشگاه آزاد بوده، علوم تحقیقات بوده، الان آمریکاست داره کار میکنه. علتش اینه که زبان بلد بود، طرف انتخاب میکنه به جایی که بره تو شهری که امکانات آموزش زبان خوبی وجود نداره، زبانش رو تقویت کرد با یه مقاله یه کنفرانس پذیرش گرفت و خیلی سال پیش، این خاطری که دارم میگم خیلی سال پیش، آمریکا داره کار میکنه. به خاطر این من شرط این دیگه تقریبا تموم شد، من استقدارم خدمتون میدم. بذار من چیزی جا نیفت. این دانشگاه خوبه، اینم دانشگاه ضعیفه، اینم سایر رشته هایی که شما میتونید توی ارشد برید. مهندسی معدن همون HSE اینجا، HSC نفت، ابزار دقیق اتوماسیون صنعت نفت، بازرسی فنی، حقوق نفت و گاز و علوم زمین شناسی که با گرایش زمین شناسی نفت. برای دکترا هم تعجبی که من کردم این بود که توی دفترچه اسم شریف دیگه نیست از مهندسی نفت مخزن و فقط تهران امیرکبیر، اینا دانشگاهی هستند که مخازن دارن. شهید باهنری کرمان اولین سالیه که داره دانشجو میپذیره ولی میبینید داره دکترا هم ارائه میکنه. اقتصاد نفت و گاز، حقوق نفت و گاز، مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، اینا چیزایی هستند که تو دکترا تو ایران این هر سال تغییر میکنه دیگه وجود داره. در مورد شرایط کاری توضیح دادم کامل که این شرایطیه که به صورت جهانی خیلی مؤثره، تو ایران این دوتا هم خیلی مؤثره. مثلا این تحریمی که شما میبینید اینجا تو دانشجو گرفتن مؤثره. مثلا دانشگاه صنعت نفت یک زمانی نه چندان دور، مثلا ورودی ما هم همینطور، مثلا در زمان مثلا ورودی های 87-88 اینا برای ارشد، خب اینجوری بود که دوال بود مدرکشون، یه مدرک از کانادا میگرفتن کلگری یا از استرالیا میگرفتن، یه مدرک هم دانشگاه نفت میداد. یعنی مثلا اینجوری بود که درس مثلا اینجا میخوندن واسه پروژه میرفتن اونجا، همونجا هم موندگار ممکن بود بشن یا برگردن ایران. دانشگاه صنعت نفت اینجوری بود،
یا دانشگاه سند نفت رو قبول داشتن تا چند سال پیش. مثلا از ورودی دانشگاه، از ورودی ما 92 که 96 ما فارغ التحصیل شدیم، من ورودی 92 بودم مخزن سند نفت اهواز. بعدش رفتم امریه، سربازیمو توی شرکت نفت گذروندم، بعدش اومدم اتریش. دارم الان اینجا یک سال و نیمه کار میکنم با همون لیسانس، یعنی فوق لیسانس اینجا رو انصراف دادم. دوست من سال 96 هنوز فارغ التحصیل نشده بود، دیگه ترم آخرش بود، از توتال فرانسه اومدن ایران، یه دفتری داره انگار، اومدن مصاحبه گرفتن و یک نفر از دانشگاه تهران و سه نفر از دانشگاه صنعت نفت رو پذیرفتن و بورسیه کردن توی دانشگاه IFL یا نمیدونم یکی از دانشگاه‌هایی که بورسیه توتال شدن تو فرانسه. الان دارن اونجا کار میکنن، هر سه چهار نفر، سه نفرشون رو من میشناسم، هر سه نفرشون دارن اونجا کار میکنن. یه ذره کرونا شرایط کاری رو تو اروپا خراب کرد و همچنین تو آمریکا، ولی مثل جهانی کلا اینجوری بود، ولی شرایط در حال بهبود. قیمت نفت هم همینجور، قیمت نفت استیبل شده، خوبه، قیمت خوبی الان. این تحریمی که من میگم اینه که دیگه توتال قبل از ما این کارو نمیکرد، فقط ورودی ما این کارو کرد، ورودی بعد از ما هم دیگه این کار نکرد. یعنی همون سال 96 اومدن و همین تموم شد. قبلا بود، قبل از این، قبلا قبل از تحریم سال 90 بود، اینجوری بود دیگه، مثلا ضعیف ها میرفتن این کار میکردن، بقیه مثلا دوال میخوندن میرفتن کانادا، میرفتن استرالیا. ولی میگم شرایط کاری خیلی تو ایران مناسب نیست در حال حاضر. من دوستم ورودی 89، یعنی 3 سال از من بزرگتره، خودش استخدام شده، استخدام شرکت نفت شده، زنش هم همونجا استخدام شده، یعنی توی ساختمون تقریبا دارن کار میکنن. در به در دنبال اینه که فرار کنه، بیاد خارج از کشور. چرا؟ چون میگه مثلا شرط خوب نیست، شرط حقوقی و اینها. من حقوق رو در حال حاضر نمیدونم چقدر میدن، ولی برای تازه کار شرکت های خصوصی تا آخر سال 98 4 میلیون تومان پیشنهاد میکردن، 4 میلیون 500 پیشنهاد میکردن. خیلی عدد جالبی نیست. البته میگم من گرایشم مخزن بود و کار مطالعاتی، پس حقوقم کمتره تا کسی که عملیاتی انجام میره، کار عملیاتی انجام میده. اگر سوال دیگه ای هست من ارائه‌ام تموم شده، اگر سوالی هست خوشحال میشم بنویسید و الا جلسه رو ختم کنیم. قربون شما. خب خیلی خوشحال شدم خدمت شما بودم، امیدوارم که این ارائه رشته واسه شما مفید بوده باشه و مفید باشه که بتونید رشته خوبی رو انتخاب کنید و در آینده ان شاءالله موفق باشید.